هرگز نبود آفاق انسان مخوف و تاریک، از دهر وحشتم نیست، از آدمی است وحشت، از آدم است بیداد. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما میانان عزیز ارجمندم. چه خبر دنیا؟ ما به هر حال بهتری که برگردیم به نقطه مبدأ اتفاقی در خاورمیانه داره میفته. متاسفانه مبدأش در میهن و سرزمین ماست. چند هفته ایست که با آقای دکتر سازگارا داریم بررسی میکنیم، غور میکنیم مسائل مربوط به گذشته رو، حوادث و رویدادهای دوران انقلاب رو، ببینیم اتفاقاتی پشت پرده افتاده یا زوایای تاریکی که هنوز برای ما ناشناخته هستند. داریم سعی میکنیم بلکه بتونیم اون زوایای تاریک هم روشن بشه. بالاخره این کار بزرگی است که همه باید درش مشارکت داشته باشیم، که اگه کسانی هنوز اطلاعاتی دارن که به کار آیندگان میاد، مبادا اونها رو با خودشون به گور ببرن. خیلی از شخصیت های رژیم گذشته بودن که حاضر نشدن اطلاعات خودشون رو دست کم درباره گذشته با مردم در میان بگذارن. اینا این دین رو داشتن اما متاسفانه ادای وظیفه نکردن. تشکر میکنم از آقای دکتر سازگارای عزیز که دعوت منده رو پذیرفتن. چند هفته ایش داریم درباره مسائل انقلاب، روزهای نخست انقلاب با هم صحبت میکنیم. دهه فجر، درود بر شما. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای میبودی، خدمت همه بینندگان عزیز. من از شما تشکر باید بکنم برای زحمتی که میکشید و این کمکی که در واقع به جمع‌آوری تاریخ داریم میکنید و دینی که ما به نسل جوان و به آیندگان داریم برای انتقال درست خاطراتمون و تجربیاتمون و حوادثی که گذشته. فکرم میکنم 23 جلسه است داریم با همدیگه صحبت میکنیم. خدا رو شکر موفق شدیم تا به حال 23 جلسه رو مرور کنیم و بریم جلو. نمیدونم من واقعا با این آهنگی که میریم چقدر دیگه ممکنه طول بکشه، ولی امیدوارم که عمری و بقایی باشه و حوصله شما و بینندگانتونم باشه تا به پیش بره این خاطرات. تشکر. خب آقای دکتر سازگار، یه بخش خیلی مهم مربوط به اون روزیست که اون انفجار عظیم در نخست وزیری رخ میده، رجایی و شمار زیادی کشته میشن. رجایی نخست وزیر محبوب آقای خمینی است. اون روز روز خیلی مهمی است ولی بهش خواهیم رسید. اون روز آقای دکتر سازگار هم در نخست وزیری بودن. طبقه چندم بودید؟ چهارم بودم. طبقه چندم انفجار رخ داد؟ اول. طبقه اول. یعنی طبقه همکف؟ نه خیر، اول همکف. طبقه اول. ورودی طبقه. بود طبقه اول که اتاق هم نخست وزیر بود و هم اینکه جلسات اتاق جلسات بود که جلسات شورای امنیت ملی هم اونجا تشکیل میشد و هیئت دولت هم. یکی از آدم مهمی هم که اون دوره توی نخست وزیر بود چمران بود نیست؟ آقای دکتر مصطفی چمران کشته شده بود. کشته شده اون موقع کشته. زمان انفجار نخست وزیری. بله کاملا درسته. کاملا. چند ماه قبلش توی جبهه ایشون شهید شده بود. خب ولی نبود. نبود. خب برگردیم به دهه فجر. دهه فجر بفهم. این اسم دهه فجر رو کی انتخاب کرد؟ اینا بعدن انتخاب شد آقای میبودی. البته میدونید این اصطلاح دهه و ده روز هم از اون آیه قرآن انتخاب شده که وعدنا موسی با اربعین لیله، خلاصه 40 شب با موسی خدا میگه وعده کردیم و بعد ده شب بهش اضافه کردیم تا او به اصطلاح به اون حد عبادت و اینها برسه. ماه ذیحجه که شروع شده از اولش تا روز عید قربان که اعمال حج انجام میشه و به اتمام میرسه 10 روزه. به هر حال انقلاب اسلامی هم چون از 12 آقای خمینی برگشت تا 22 بهمن، بعدها خب در تبلیغات و اینها دیدن خب این 10 روز اسم دهه فجر رو روش گذاشتن، برای اینکه سوره فجر هم در قرآن داریم که تا همین بحث 10 روز اونجا آمده. این اسم بعدها به هر حال انتخاب شد.
چون حالا ممکن بود انقلاب اسلامی روز 22 پیروز نشه، روز 23 پیروز بشه، یا روز 21 پیروز بشه، یا یه ماه بعدش پیروز بشه دیگه. حالا شانس بوده و تصادف. یکی از مسائلی هم که اینجا واقعا آقای سازگارا به نظرم خیلی جالبه اینه که در کتب مذهبی مسلمان ها همه چار با ادای احترام فوق‌العاده نسبت به فرهنگ یهود، در ادبیات فارسی هم به همین ترتیب. من یه دیوان شمس دارم که جا به جا هر جا مولانا نام موسی رو آورده اونجا علامت گذاری کرد، تعداد شده بی شما این همه. بعد واقع موسی براش حکم یک قهرمان رو داره، ولی وقتی در حوزه سیاست وارد میشیم متاسفانه ببینیم بعد از انقلاب، من نفهمیدم این کینه نسبت به یهودی ها از کجا آمد و چرا اینقدر تشویق شد. به نظرم این که میگید کاملا درسته، به خصوص ما ایرانی ها در منطقه خاورمیانه با یهودی ها هیچ وقت مشکل نداشتیم. سهل است، همیشه پناهگاه امنی ایران بوده برای یهودیان و به هر حال داستان کوروش که در بابل یهودیان رو آزاد کرد، کمک کرد به سرزمین پدریشون اسرائیل فعلی، فلسطین، بیت المقدس به هر اسمی بگید، برگردن و اونجا کمکشون حتی بکنه معبد سلیمان رو بسازن. از اونجا ما رد پای تاریخی این رو داریم که ایرانی ها همواره مهربانی و رأفت خوب و روابط خوبی با یهودیان داشتن. من فکر میکنم آقای میبودی به دلیل تشکیل دولت اسرائیل و به هر حال کشمکش هایی که در آواره شدن فلسطینی ها پیش آمد و سازمان های چریکی فلسطینی که پاره از رهبران و فعالین جنبش اسلامی هم روابط خوبی با فلسطینی ها داشتن، حتی در اردوگاه های فلسطینی یا با سازمان الفتح، سازمان آزادی بخش فلسطین روابط داشتن، این است که با یک موضع ضد اسرائیلی میشه گفت انقلاب اسلامی متولد شد. ضمن اینکه چون انقلاب اسلامی چپگرا و چپ مزاج هم بود، از چپ دنیا تأثیر گرفته بود، اون هم مزید بر علت بود در مخالفت با اسرائیل و ضد اسرائیلی بودن. و به این ترتیب از روزای اول میشه گفت با این ماجرا به دنیا آمد. منتها من شخصا خودم رو عرض میکنم، سخت الان که نشستم خدمتون طرفدار اینم که اگر اختلاف مذهبی هست که خب حالا تکلیفش به لحاظ دینی معلومه، یهودیت، مسیحیت، اسلام، ادیان مختلف، این نباید منشأ دعوا باشه. و اگر اختلاف ارضی و زمین هست، این اینجا دیگه روز اولشون نیست که این دو گروه که خودشون هم به همدیگه میگن پسر عمو، یعنی یهودیان بنی اسرائیلی‌ها با فلسطینی‌ها 4000 سال تو اون منطقه با همدیگه زندگی کردن و الان که راه‌حل‌های مثل این دو دولت پیدا شده و مبارزینی که موشون رو در مبارزه سفید کردن مثل محمود عباس و دوستانشون، اینها رضایت دادن به این که خیلی خب دو دولت یهودی و مسلمانی، فلسطینی و اسرائیلی در اون منطقه باشه. من فکر اینجا دیگه واقعا خیلی عجیب غریبه که حکومت جمهوری اسلامی وایساده به این مبارزین قدیمی میگه نخیر شماها غلط کردین، اسرائیل باید نابود بشه، و میره پشت گروه های تندرو و رادیکال و تروریست برای اینکه این حرف رو بزنه. موضوعی که واقعا نه به ما ربطی داره، نه ما مرزی با اسرائیل داریم، نه دعوایی داشتیم، نه در پیشینه تاریخیمون دعوایی داشتیم، و اصلا منافع ملی ما ایرانی ها به عنوان کشور ایران در گروه این است که با اسرائیل در اون منطقه روابط خوبی داشته باشیم، با عربا هم روابط خوبی داشته باشیم، ولی بین اینا یک توازن ایجاد کنیم، برای اینکه به هر حال ما کشور عرب نیستیم، به هر حال ما در اون منطقه
از عهد صفویه تا الان به دلیل مذهب شیعه، به دلیل فارس زبان بودنمون، به دلیل غیر عرب بودنمون، با دنیای اکثریت دنیای اسلام جدا بودیم یه مقداری. منفعت ملی ما و به نظر من سیاست درست این است که با هیچ کشوری در دنیا رابطه نداشته، دعوا نداشته باشیم، از جمله با اسرائیل، همه رو به رسمیت بشناسیم از جمله اسرائیل، و در مورد احقاق حق فلسطینی ها هم پشت سر جناهای میانه روی مثل محمود عباس اینا بیستیم و خواستار اجرای طرح دو دولت بشیم، که به خصوص از زمان دولت آقای جورج بوش امریکایی ها هم خیلی تلاش کردن، هنوز هم میکنن، دنیا هم داره تلاش میکنه، و کمک بکنیم اون منطقه از دست هم گروه های تندروی یهودی و هم اسرائیلی و هم گروه های تندروی فلسطینی بیاد بیرون، عاقلا و معتدلا بشینن و هم دیگه مشکل رو حل بکنن، به جای این قالی که جمهوری اسلامی دائما چاق میکنه به قیمت خون صدها نفر در غزه، جاهای دیگه تمام میشه، کارهای تروریستی میشه، و بعد هم خسارتهای بزرگی که به هر حال دشمنی اسرائیل با ایران با توجه به نفوذی که یهودی ها در دنیا و دنیای غرب دارن، خسارت های زیادتر و وسیعتری هم به مملکت ما میزنه که داره میپردازه. من حالا اگه نگید حرف تو حرف میاد، شاید در حدود 12 سال پیش در دانشگاه قزوین یک سخنرانی کردم، شاید 2000 تا دانشجو هم در سالن بودن، 1000 تا دست کم 2000 تا آدم نشسته بودن، اونجا توضیح دادم، چون آقای خامنه ای تو پیام نوروزی گفته بود مشکل اشتغال حل شود، اونجا توضیح دادم که آقا اگه قرار بشه اشتغال در کشور ما مشکلش حل بشه، فقط نرخ بیکاری اون موقع 14% بود، این در دوره یه رئیس جمهور 4 ساله فقط بخواد بیاد بشه 10% نرخ بیکاری، تازه یک رقمی هم نشه، یعنی ما موفق بشیم 4% نرخ بیکاری رو بیاریم پایین، دست کم 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری میخواد، این سرمایه گذاری رو نداره کشور بکنه، باید دنیا بیاد سرمایه گذاری کنه، و دنیا بخواد بیاد، شرکت های بین المللی بخوان بیان سرمایه گذاری بکنن، بانک ها باید پشتشون بیستن، و بانک ها با این دعوایی که ما با اسرائیل داریم با توجه به نفوذ یهودیان در شبکه بانکداری جهانی نمیان در ایران کمک بکنن کمپانی ها سرمایه گذاری بکنن. من تو اون سخنرانی توضیح دادم که به عنوان کارشناس گفتم آقا این آقای خامنه‌ای که میگه مشکل اشتغال حل شود، باید بداند این شعار مرگ بر اسرائیل و نابودی اسرائیل که میگه، تا اینو داره میگه این مشکل اشتغال حل نمیشه. اتفاقا دانشجوها خیلی از اون سخنرانی استقبال کردن، اما بهاش برای بنده این شد که دادستانی انقلاب احضارم کرد، وزارت اطلاعات شکایت کرد، اون موقع هنوز با من انقدر دعواش نشده بود حکومت که بگیر من بکنه زندان، ولی چندین هفته میرفتیم دادستانی انقلاب قزوین میومدیم، البته در انتها واقعا بازپرسی که سر این پرونده بود یواش زیر گوش من گفتش که، چون من تو دفاعیاتی که میکردم میگفتم آقا بنده انتقاد کردم از رهبری، مگه کار بدی کردم؟ بعدم انتقاد مؤدبانه کردم، اصلا آناتومی کردم، آنالیز کردم، راه حل دادم، این مگه تو دانشگاه نمیشه از این حرف زد؟ آخرش خاطرم از اون قاضی پرونده زیر گوش من یواشی گفت فلانی انتقاد یعنی همین هایی که تو میگی، منم با تو موافقم و من تعقیب ساده منطقه. خب یک سال بعدش دیگه وزارت اطلاعات از مسیر قانونی رو رها کرد، صاف ما رو دستگیر کرد برد اوین و دست بازجوهای مزدور خودشون سپردن، و بعدم که اطلاعات سپاه. تازه امروز اعلام شده که برای هر 1% رشد، برای اولا حل مشکل بیکاری ایران، ما باید به رشد 8% برسیم، رقم تعیین کردن، هر 1% 120 میلیارد دلار پول میخواد، هر 1% تا برسیم به عدد 8، یعنی رشد 8% که بتونه هم کارآفرینی داشته باشه هم این که مشکل این بیکاری وحشتناک. اصلا دیگه اون شعارهای انقلابیون همیشه، من برمیگردم به همون شبهای انقلاب، انقلابیون فکر میکنن یک شبه میشه آسمون آورد زمین، نه انقلاب ایران، انقلاب فرانسه هم همینجور، انقلاب روسیه هم همینجور، آرمانهای عجیب و غریب دارن، و مثل اون فیلم شبهای زاینده رود محسن مخملباف که
او هم در واقع به عنوان انقلابی چند سال بعد از پیروزی انقلاب این فیلمو ساخت و تو اون فیلم لب به حرفش این است که آقا یک شبه نمیشه همه چی عوض شه و انقلابین باید یاد بگیرن که تغییرات تدریجیه. به نظر به هم دلیلم انقلاب ها بعد از یه مدتی عرق میکنن، یعنی انقلابیون میفهمن که نمیشه یک شبه ساختارهای اجتماعی رو عوض کرد، نمیشه با همه دنیا در افتاد. همه انقلاب ها هوس صدور انقلاب داشتن، همه انقلاب ها فکر میکردن که یه راه نو پیش پای بشریت اصلا دارن میذارن و همشون هم بعد از یه مدت یاد گرفتن که اینا عملی نیست، تغییرات بشری اینجوری نیست، تاریخ بشری اینجوری نیست، با دنیا باید زندگی کنن و جوامع هم یک شبه عوض نمیشن. در انقلاب ایران هم از این قاعده مستثنا نبود. حالا میگیم در اون مقطع انقلاب انقلابیون پرشور تحت تاثیر ایدئولوژی های رادیکال تندروانه یک اسلام ایدئولوژیک انقلابی فکر میکردن سر پیچ تاریخ متولد شدن، میخوان اصلا برای بشر خسته از مادیات معنویت بیارن، از این حرفایی که در کله انقلابیون بود و دنیا هم انقلاب رو صادر میکنیم. آقای خمینی تصورش این بود ایران اول جمهوری اسلامی میشه، بعد همه کشورهای اسلامی جمهوری اسلامی میشه، بعد همه دنیا جمهوری اسلامی میشه، از این فکرهایی که چه میدونم انقلابی فرانسه هم میکردن یا کمونیست‌ها خیلی بزرگترشون میکردن، خیلیش هم اقلا نصف کره زمین هم خوردن بر اساس همین شعارا. ولی بعد از یه مدتی به نظر من دست کم برای خود من در دهه 60 که حالا توی خاطرات بهش میرسیم و خیلی دوستان من هم فکرای من به این نتیجه رسیدیم که خب آقا اصلا حرفا اشتباه غلط، دنیا اینجوری نیست، ما با دنیا نمیتونیم بجنگیم، نباید هم بجنگیم، اصلا به نظر کی بجنگیم و تغییرات دنیا، تغییرات جامعه بشری، تغییرات جامعه خودمون، اقتصاد ایران و اجتماع ایران احتیاج به آرامش داره، کار داره، روابط داره. اما جالبه انقلاب اسلامی ایران از معدود حرکت هایی که 37 سال ازش گذشته هر گروهی که میان به این نتایج میرسن، معقول میشن، منطقی میشن، دنبال به قول شما رشد اقتصاد 8% میگردن، رابطه با دنیا میگردن، سرمایه گذاری تو جامعه دیگه فکر نمی کنن از بالا میشه مردم رو تغییر داد، اینا میرن کنار و محل دعوا میشه دوباره این رادیکالیزم، این تحجر، چون جمهوری اسلامی غیر از رادیکالیزم تحجر و واپسگرایی هم اضافه داره، این دوباره باز تولید میشه میاد بالا و یک گروه دیگه رادیکالتر میان دوباره روز از نو روزی از نو، دوباره اسرائیل نابود شود، آمریکا نابود شود، فرهنگ نمیدونم از بالا مهندسی میکنیم، مردم همه رو عوض میکنیم. من خیلی هم راجع به این فکر کردم که چرا این تب تند که بهش میگن دوره ترمیدوری انقلاب ها در انقلاب های دیگه آروم میشه، میاد پایین، عاقل میشن، اما چرا تو مملکت ما انقلابیون هر گروه که عاقل میشن پرت میشن بیرون، دوباره یه گروه دیگه میان؟ خیلی دلایل میشه برش آورد، از جمله ساختار ولایت فقیه و ولی فقیه موجودی که دائما پمپاژ رادیک به اسم انقلابیگری پمپاژ رادیکالیزم و تهجر میکنه، یا ساختار خود روحانیت شیعه و تفکر فقاهتی که تزریق تهجر میکنه، و دلایل دیگه‌ای بودن یه سازمانی مثل سپاه و غیر و غیر. ولی به هر حال متاسفانه باید گفت بعد از 37 سال هنوز شما میبینید حرفهایی زده میشه که همون شبهای انقلاب زده میشد و این حرفا نه ارزش اجرایی داره، نه ارزش تئوریک داره، نه به کار مردم میاد و 100% هم خلاف منافع ملی ما و منافع ملت ایرانه و زندگی روزمره مردم رو هم لنگ کرد. خب شاید تکرار یه تجربه باشه، یعنی کسانی که تصور میکردن با ما رفرمیست میتونن از درون حکومت رو عوض بکنن، بارها و بارها این کار رو کردن، وارد هم شدن، همراهی هم کردن، سازش هم کردن، ولی اینا پس زده شدن. یعنی هر جا که لازم بود در دقیقه 90 اینها رو از دایره قدرت به بیرون پرتاب کرد. ولی متاسفانه اشتباه داره تکرار میشه. یعنی هنوز باز گروهی هستن که فکر میکنن عقل کارساز یا عقلانیت
میتونن درون ماهیت رو تغییر بدن، سیستم رو عوض بکنن. در واقع به نظرم دارن یه نوع آب در آبن به هر حال. میفهمم یعنی دست کم یعنی یه راهی که مجددا تکرار شد، یعنی اشتباهی که دائما داره تکرار میشه. یعنی این واقعا گفت هر آن کس که ناموزد از روزگار، نیاموزد از هیچ آموزگار. این حق با شماست. واقعا کسانی که نمیاموزند که ساختار این نظام با بودن ولایت فقیه اجازه اصلاحش رو نمیده، اسلام فقاهتی به عنوان تئوری این نظام و شورای نگهبان و غیره امکان اصلاحش رو نمیده، به جای اینکه برنامه روشنی داشته باشند که ولو از این مبادی حرکت میکنن چگونه ازش عبور بکنن، چگونه برن به مراحل بعدی، به جای این به قول شما درجا میزنن برمیگردن و وقت تلف میشه. ولی به هر حال اونهایی هم که فکر میکنن اصلاح میکنن، من مرادم اون قسمت رادیکال و متحجر حکومته که دوباره بازتولید میکنه خودشو، کسب نیرو میکنه، کسب قدرت میکنه، میزنه هر کسی که میخواد تغییری بده رو بیرون میکنه، زندان میکنه، از دایره میندازه بیرون، سرکوب میکنه، اعدام میکنه، تبعید میکنه. و این ماجرا اگرچه امروزه میشه گفت به تمام مردم ایران دیگه سرایت کرده، اگه شبهای انقلاب از 35 میلیون ایرانی، چه میدونم 30 میلیون 25 میلیون همراه انقلابیون و اون شعارها و اون هیجان و باور انقلابی بودن، امروز درست برعکسه. یعنی از 76 میلیون ایرانی 70 میلیونش اصلا دیگه این باور رو ندارن، خواستار زندگی کردن هستن، زندگی خواهن به جای مرگ خواه، خواستار رفاه هستن، آسایش هستن، رابطه با دنیا هستن، آرامش هستن، عدم دخالت حکومت هستن. و بنابراین یه پشتیبانی، یعنی جای مردم هم کاملا عوض شده. اتفاقا به هم دلیل من فکر کنم جامعه ایران کاملا آبستن حادثه است دیگه. نگاه به آرامش ظاهریش نباید کرد، یک جنبش تمام عیار دموکراسی خواهی زیر پوست جامعه ایران حرکت داره میکنه. و به نظرم ایرانی ها بالاخره موفق میشن یه نوع دموکراسی کامل رو در خاورمیانه شکل بدن، با این همه تجربه ای که اندوختن و با این همه میلی که به دموکراسی دارن و یک محیط آزاد. یعنی این میل الان عمومی شده، یعنی در همه هست، در 70 میلیون هم که شما اشاره کردید گفتمان، یعنی برعکس اون شبهای انقلاب که گفتمان غالب، دیسکورس غالب انقلابی گری بود، الان دیسکورس غالب مضاف بر اینکه جامعه ایران صاحب یک ثروت عظیم انسانی تحصیل کرده شده که پیش از این سابقه نداشته. از همه مهمتر این که یه چیز حدود 85% دختر خانم ها دیگه همه تحصیلات عالیه دارن میگیرن یا فارغ التحصیل شدن. اینم 50% چون هم بیکارن. ناراضی ترین و بیکارترین بخش جامعه دختران تحصیل کرده دانشگاهی هست. 50% فارغ التحصیل های دختر دانشگاهی ما بیکارن، اگه راه بهشون نمیدن. و این فرار 75,000 در سال، 75,000 فارغ التحصیل دختر و پسر اغلب میان به ایالات متحده آمریکا، دارن میبینه و آمریکایی‌ها دارن سریعا اینا رو جذب میکنن، سریعا دارن جذب میدن. یعنی آهنربا امروز در خاورمیانه داره خیلی خوب کار میکنه، آهنربای کشور غربی. به جرئت میتونم آقای میبودی عرض کنم خدمتتون، شاید در کل منطقه خاورمیانه و دنیای اسلام، حتی فراتر از خاور میانه بلکه خاور دور و خاور نزدیک، جاهایی که کشورهای اسلامی هست، شاید حتی با احتساب ترکیه که سنت حکومت سکولار و دموکراتیک داشته، شاید ایران تنها کشوری باشه که در یک انتخابات آزاد درش دیگه اسلامگراها رأی نمیارن. اسلامگراها به معنی طرفداران قرائت حد اکثری از دین و کسانی که فکر کنن جامعه رو باید به احکام شریعت و احکام دینی اداره کنن، بلکه سکولارها رأی میارن. نه الزامن حالا چه میدونم ضد دین، بی دین یا چیز، ممکن است البته ضد دین هم یک کسی باشه، ولی سکولارها به معنی طرفداران یک قرائت حد اقلی از دین و اینکه دین در حوزه زندگی فردی بمونه و امور حکومت و اقتصاد و اجتماع و غیره رو
از حوزه دین جدا بکنن. ایران شاید به جرأت بشه گفت که تنها کشوری است در خاورمیانه که اگر این سد ولایت فقیه رو بتونه بشکونه، ملتش بره جلو، در صندوق رأی بشه داور واقعی و نهایی تعیین قدرت، در اون اسلامگراها دیگه رأی نمیارن. در مصر دیدیم، در مصر جامعه مصر وقتی این سد دیکتاتوری مبارک ترک برداشت، 50-50 شد جامعه ایران، جامعه مصر، و مردم مصر البته زیرکانه دیدن اون 50% که نمیخواستن اسلامگراها رو، رفتن یه مبارک جوان رو برگردوندن، گفتن فعلا همین بمونه بهتره تا کی زور اون به اسلامگراها برسه. ولی در ایران من فکر میکنم به راحتی بالای 80-85% مردم در یک انتخابات آزاد طرفداران اسلام دین حد اقلی رو، سکولارها رو در واقع پشتیبانی خواهند کرد. یک جمعی که دیگه مردم ایران هیچ اهمیت، اصلا کسی از این تفتیش عقیده مذهبی بکنه خیلی مهمه. این پدیده عجیبی. یکی از دوستان ما که خیلی هم متنفذ از شعرهای یهودی است، ایشون رفته بود خاطره خیلی بدی داشت از همدان در دوران قبل از انقلاب. بله. ایشون یه سفری کرده بود به همدان، برگشت بود میگفت مردم این سوئیس این استراج خودش به کار برد. گفت اینقدر که به من احترام میگذاشتن میخواستشون احترام نمیگذاشتن. یعنی یه اصلا مسائل مذهبی آرش مهم نیست. حتی تصور میکنن که به اقلیت‌های مذهبی یه بدهکاری دارن، یه دینی دارن که باید ادا کنن، و این تبدیل شده به احترام بیشتر، حرمت بیشتر و خلاصه ملاحظات بیشتر. خوبی خدمتتون بدم، واقعا خودم خیلی اینو مسرت بخشیدم در همین مصاحبه‌هایی که برای ضبط خاطرات آزار هموطنان بهاییمون داریم برای تاریخ شفاهی ضبط میکنیم. یک آقای مهندسی اهل نجف آباد اصفهان بود، جای بسیار متعصبی بود. در آقای منتظری هم تو خاطراتش میگه که چگونه بهایی ها رو به گفته آقای بروجردی تحریم کرده بودن که حتی از بقالی نمیتونستن خرید کنن، یه ماشین سوارشون نمیکرد، زندگی رو بهشون تنگ کرده بودن. این آقای مهندس میگه من بچگیم در یه همچین فضایی در نجف آباد بودم، یک شاگرد بقالی به ما، نوجوانی بود، این محبت میکرد یواشکی جنس به ما میفروخت. بعد میگه من اومدم تهران مهندس شدم، اومدم خارج، مهندس نفت بود، پیرمردی شده بود. میگفت اخیرا برگشتم رفتم ایران، رفتم نجف آباد و اون شاگرد بقال رو که پیرمردی شده بود پیدا کردم، رفتم خودم معرفی کردم، بغلم کرد، ماچ کرد، رفتم که ازش من تشکر کنم برای محبت اون روزه. و گفت نکته جالب این بود که بسیاری از همکاران خودش رو، کسبه محل و اینا رو همه رو جمع کرد و این ماجرا رو که من بهایی ام نقل کرد اون و اون اتفاقات، گفت همه منو بغل کردن، ماچ کردن و حلال بودی طلبیدن. در یه جایی مثل نجف آباد وقتی این اتفاق میفته بسیار خبر خوشی است که به قول شما مردم ما میفهمن که گویی یک بدهی دارن به اقلیت‌های دینی که آزار دیدن و یک وجدانی بیدار شده که انسان‌ها برابرن، به دلیل باور و دین و عقیدهشون کسی نباید کسی رو آزار بده. اتفاقا این پدیده هم خیلی شاید بشه گفت در من پیش بینی کنم که امیدوارم یک روز اینجوری بشه که دولتی که انتخاب میشه دیگه مردم کاری ندارن که رئیس جمهور رهبر مملکت مسیحی یهودی باهایی زرتشتی، فقط بر پایه شایستگیش و مجموعه اطلاعاتی که راجع به خودش داده مردم رو انتخاب کرد. من مطمئنم که ایران داره به این نقطه میرسه و این خیلی اتفاق مهم. من آقای میبودی دفعه انتخابات قبلی امریکا 10 ثانیه 20 ثانیه وقت داریم 20 ثانیه آقای رامنی مرمون بود. بله بله. و آقای اوباما خب سیاه‌پوست بود. میگفتم امیدوارم یک روزی در ایران هم فرزند یک مهاجر افغان با یک مؤمن به بهائیت بشن دو تا کاندیدای ریاست جمهوری ما. تشکر. تا دیداری دیگر آقای قربان شما. خدا نگهدار شما.